سرخط خبرها. وزارت دفاع آمریکا ویدیوی حمله پهباد را نشر کرد. طالبان آغاز به دستگیری اعضای خانواده دختران معترض کردند. و برنی سندرز خواستار آزادسازی فوری پل‌های مسدود شده افغانستان شد. سلام، بچه‌ها، خبر تازه از پرژن سیتی با من علی رادمیر، خوش آمدید. حالا توجه نمایید به مشروع خبرها. وزارت دفاع آمریکا ویدیویی از حمله هوایی نیروهای آمریکایی بر خانه در کابل را که منجر به کشته شدن 10 غیر نظامی شد، همگانی کرده است. روزنامه نیویورک تایمز این ویدیو را از طریق شکایت قانون آزادی اطلاعات علیه فرماندهی مرکزی ایالات متحده به دست آورده و سپس آن را در وبسایت خود منتشر کرده است. به نوشته روزنامه گاردین، این ویدیو 25 دقیقه است. این ویدیو زمان حمله که توسط دو پهباد MQ نور پر انجام شده است و پس از آن را نشان می‌دهد. این حمله به تاریخ 29 آگوست 2021، یک روز قبل از خروج آخرین نظامی آمریکایی از افغانستان انجام شد. پنتاگون در نخست اعلام کرده بود که در این حمله موتر مربوط به داعش هدف قرار گرفته است، اما بعداً آن را اشتباهی غم‌انگیز خواند و به کشته شدن غیر نظامیان اذعان کرد. قربانیان این حمله شامل ازمر احمدی که برای یک سازمان امدادی مستقر در آمریکا کار می‌کرد و 9 نفر از اعضای خانواده او از جمله 7 کودک بودند. به گفته پنتاگون این حمله رفتار مجرمانه و یا سهلنگاری نبوده است و بنابراین عاملان آن مجازات نخواهند شد. برائت دادن عاملان حمله هوایی مرگبار میدان هوایی کابل با انتقادهای در داخل آمریکا و خارج از این کشور مواجه شده است. گفتنی است که این حمله 3 روز بعد از حمله انتحاری بر میدان هوای کابل که باعث کشته شدن 13 نظامی آمریکا و 169 شهروند افغانستان شد، انجام شده است. منابع به افغانستان اینترنشنال میگویند طالبان آغاز به دستگیری اعضای خانواده شمار از دختران معترض کردند و از این طریق بر آنها فشار وارد میکنند تا خود را تسلیم کنند. گفته شده دست کم 2 خانواده توسط افراد طالبان گرفتار شدند. دختران معترض در حال حاضر لازم ندیدند نام اعضای خانواده زنانی که توسط طالبان ربوده شدند رسانه‌ای شود. بازداشت زنان معترض کابل از روز گذشته چهارشنبه 29 جدی آغاز شد. برنی سندرز سناتور دموکرات آمریکا از دولت جو بایدن خواست برای جلوگیری از مرگ میلیون ها نفر در افغانستان دارایی های توقف شده این کشور فوراً آزاد شود. آقای سندرز در تویتر نوشت افغانستان با یک فاجعه انسانی روبروست. شماره دیگر از نمایندگان کنگره آمریکا نیز چند قبل از دولت بایدن خواسته بودند برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد افغانستان دارایی های توقف شده این کشور از طریق سازمان ملل در اختیار مردم افغانستان قرار گیرد. طالبان هم روز گذشته با برگزاری یک کنفرانس اقتصادی در کابل خواستار آزادسازی پل‌های افغانستان شدند. آمریکا پس از روی کار آمدن طالبان نزدیک به 10 میلیارد دلار پول افغانستان را بلوکه کرد. پیشتر هیدربار معاون امور زنان در دیدبان حقوق بشر خطاب به طالبان گفت مؤثرترین گامی که این گروه می‌تواند برای آزادسازی پول افغانستان بردارد این است که مکاتب دخترانه را فوراً باز کند و به ممنوعیت اشتغال زنان پایان دهد. این در حالی است که روز گذشته شمار از زنان معترض افغانستان توسط افراد طالبان دستگیر شدند. کاخ سفید گفته است پل‌های مسدود شده افغانستان را به طالبان نمی‌دهد.
حقانی به سفیر ترکیه میگوید برای بازگشت افغانها از ترکیه به افغانستان کمک کند. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان امروز در دیدار با جهاد ارگنای سفیر ترکیه در کابل گفت افغانهایی که به ترکیه رفتند می توانند با استفاده از عفو عمومی به افغانستان برگردند. او از دولت ترکیه خواست برای بازگشت آنان به افغانستان کمک کند. به گزارش باختر حقانی از ترکیه خواسته است برای یتیمان افغان هم زمینی آموزش در مکاتب افغان ترک فراهم شود و برای آنان بورسیه تحصیلی دهد. مقام های ترکیه و طالبان در 5 ماه گذشته چندین بار در مورد بهبود روابط دو جانبه، تجارت، کمک های بشری، مهاجرین و نقل و انتقال های هوایی گفتگو کردند. ترکیه بر این باور است که اگر مشکلات در افغانستان جدی تر شود، احتمال افزایش فعالیت های تروریستی و همچنین افزایش مهاجرت از این کشور وجود دارد. ترکیه خواستار حکومت فراگیر در افغانستان است. پیش از این رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته بود با توجه به تحولات افغانستان مهاجرت از افغانستان ممکن است بیشتر شود و ترکیه توان رسیدگی به موج دیگر از مهاجرت از افغانستان را ندارد. حمدالله نعمانی به حیث سرپرست وزارت شهرسازی طالبان تعیین شد. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان میگوید که به اساس حکم رهبری حکومت طالبان حمدالله نعمانی به حیث سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی تعیین شده است. او قبلا معاون شهرداری طالبان برای کابل بود. زنان در کابل میگویند حجاب عزت ماست، حجاب زنت ماست. برخی از زنان امروز در راهپیمایی در کابل بر رعایت حجاب اسلامی تاکید ورزیدند. آنان شعارهای حجاب عزت ماست، حجاب زنت ماست، حجاب افتخار ماست سر می‌دادند. این زنان هیچ کدامشان برقع بر اساس رهنمود طالبان نپوشیده بودند. کابینه طالبان جهت عبور راه آهن ترمز تا پشاور را از مسیر مزار شریف بغلان بامیان تصویب کرد. کابینه حکومت سرپرست گروه طالبان جهت عبور پروژه راه آهن از کشور ازبکستان به پاکستان از طریق افغانستان را از مسیر مزار شریف بغلان بامیان تصویب کرده است. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی گروه طالبان این موضوع را امروز در توییت مطرح کرده است. نقشه راه و سند برنامه‌ریزی و ساخت این پروژه راه آهن در 14 دلو سال گذشته خورشیدی میان حکومت پیشین افغانستان و ازبکستان امضا شد. و در آخر انتقاد گسترده از طالبان به دلیل بازداشت معترضان زن در کابل. بازداشت معترضان زن توسط طالبان با انتقاد گسترده سیاسیون و فعالان مدنی مواجه شده است. افراسیاب خطک عضو پیشین مجلس سنای پاکستان میگوید ربودن تمنا و پروانه به دلیل شرکت در تظاهرات مسالمت‌آمیز نشان دهنده بی‌رحمی طالبان در کشور بدون قانون است. طبق گزارش‌ها افراد طالبان شب گذشته به خانه دست کم 8 زن معترض در کابل یورش بردند و تمنا زریاب، پروانه ابراهیم خیل و یک تن دیگر از زنان معترض را بازداشت کردند. افراسیاب خطک میگوید شهروندان افغان را به چنگ گرگ انداختند و سکوت سازمان ملل و جامعه جهانی کرکننده است. فوزیه کوفی عضو مجلس نمایندگان پیشین افغانستان هم گفته زنان افغانستان مستحق حقوق و حمایت هستند که زنان سایر کشورها و ویژه کشورهای اسلامی هستند. او از خاموشی سیاستمداران مرد هم انتقاد کرده و گفته سکوت سیاسیون مرد که در افغانستان ماندن و در برابر این گونه برخوردها خاموشن تأسف بار است. عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای مصالحه ملی و حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان تاکنون واکنش درباره بازداشت زنان معترض توسط طالبان نداشتند. خانم کوفی تأکید کرده بازداشت خودسرانه افراد توسط طالبان باید فوراً متوقف و به قوانین افغانستان احترام گذاشته شود. طالبان تاکنون درباره بازداشت زنان معترض اظهار نظر نکردند. خانم شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر دولت پیشین افغانستان از سلامت و امنیت زنان بازداشت شده ابراز نگرانی کرده و گفته است بازداشت شدگان را کجا میبرند؟ چگونه مطمئن شویم که آنها مورد آزار و شکنجه قرار نمیگیرند؟ او از نمایندگان جامعه جهانی خواسته است که در دیدار با طالبان درباره زنان بازداشت شده سوال کنند. ناهید فرید عضو دیگر پارلمان پیشین افغانستان بر این باور است که جنبش زنان به کابوس طالبان تبدیل شده است. خانم فرید میگوید سند قویتر از این برای اثبات دهشت افکنی، ظلم و آپارتاید جنسیتی طالبان وجود ندارد که زنان معترض را بازداشت میکنند. او بازداشت زنان را حرکت بزدلانه خوانده و گفته است با این اقدام مشروعیت طالبان بیش از پیش زیر سوال می رود. خانم فرید خطاب به طالبان گفته است دختران از شما کار و تحصیل می خواهند، شما در پاسخ دستگیرشان می کنید. شمار زیادی از زنان افغانستان از زمان روی کار آمدن طالبان به محدودیت های روزافزون این گروه اعتراض کردند. سپاس از توجهتان. لطفاً برای خبرهای تازه کانال ما را دنبال کنید. تا خبر دیگر وقتتان خوش.